آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرد، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات یابیم که ایمان بیاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات بشه. خوبیه آب کلن چیز خوبیه چه برسه که در اون تعمید بگیریم. من یادم وقتی تعمید میگرفتم، وقتی من تعمید دادن، کشیش اومد گفت بین آب دست نزنید. مردم اینجوری میگن چرا دست نزنید تو کرمانشاه؟ نه این آب دیگه نجسته، برده نظر هرچی گناه داشته اونجا ریخته. شوخی کردن البته. ولی چرا ما تعمید میگیریم؟ چرا باید تعمید بگیریم اصلا؟ میدونید این برمیگرده به اون کاری که عیسی مسیح کرد. عیسی مسیح 2000 سال پیش روی صلیب اومد و برای گناهان بشر جان خودش رو داد. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 21 عیسی میگه هر کی احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد. چند نفر عیسی رو دوست داریم؟ همه دوست داریم، نه؟ حتی اونی که مسیح نیستن عیسی رو دوست دارن. میگن یه ارادتی به عیسی مسیح داریم. من کتابی دارم از ایران با خودم یدک کشیدم آوردمش. تو اسم کتاب ادیان زنده جهان است. یکی از درسای دانشگاهمون که میخوندیم، درسای الهیات، و این کتاب تو ایران البته چاپ شده. در اون کتاب لیست مذاهب رو نوشته. میخونی اسلام چیه، بودایی چیه، هر کدوم یه لقبی براش داده. به مسیحیت که رسیده نوشته مذهب عشق و محبت. آدم وقتی یاد عیسی میفته، یاد یه شمشیر نمیفته دو دم داشته باشه بزنه یه دفعه هزاران نفر در روز بکشه، غارت کنه، از بین ببره. یاد عیسی میفته که روز صلیب چی گفت؟ پدر اینا رو ببخش، نمیدونن چی کار میکنن. چرا؟ چون عیسی آمد که بمیره روی صلیب. میدونید بعضی میپندارن که عیسی مسیح رو کشتن. آخش من 12 13 سالم بود، 14 سالم بود، رفتم سینما فیلم عیسی ابن مریم رو نگاه کردم، آنتونی کوئن. اون موقع تو ایران نشون میدن، مال قبل از میلاد مسیح، من کوچولو بودم. و در اون فیلم من یادم مسیح نبودم، اصلا هیچی نبودم. من دیدم که وقتی عیسی رو میکشن چقدر دردآور بود. گریم گرفت، برای چی رو دارن میکشن؟ مگه این چی کار کرد؟ مگه غیر از اینکه بینا نون داد، شفاشون داد، گناهاشون رو بخشید. پس تعمید آب ما رو یاد چی میندازه؟ یاد کار عظیم خدا میندازه. عیسی مسیح میگه هر که منو دوست داره موافق احکام من انجام میده، عمل میکنه. میدونید انجام دادن احکام خدا، حالا از هر نوعش، حالا ما اینجا هدایا دادیم، بشارت میدیم، هر خدمتی که میکنیم، هر حکم مسیح رو که انجام میدیم، دلالت بر این میکنه که ما چقدر او رو دوست داریم. میخوام ببینید چقدر عیسی رو دوست داری تو زندگی خودت. ببین چقدر او رو محبت میکنی، چقدر او رو خدمت میکنی، چقدر هم نوع تو دوست داری. الان بگید یه بغل دستی نگاه بکنید. من رو نگاه نکنید. آره هم نگر. آها چجوری نگاه کردید؟ بعضی اینجوری نگاه کردن. غلطه. اگه اینجوری نگاه کردین نمرتون 18 هم نیستش، 15. اگه با لبخند نگاه کردید. عمل مسیح همینه، خدمت مسیح همینه. همسایه خودت رو مثل جان و نفس خودت دوست داشته باش. عیسی همینه گفتش دیگه. و یکی از احکام عظیم خداوند اینه. عیسی مسیح در انجیل متی 28:19 بزرگترین حکم خودش رو میده. بزرگترین حکم مسیح، فرمان عظیم مسیح این استش که پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. ها؟ مسیح گفت به کیا را بشارت بدید؟ ارامنه، آشوریا، درسته؟ نه، گفت همه را بشارت بدید. میتونیم با هم بگیم همه؟ همه. همچین با قوت بگیم همه. همه. یه نفر میگفت همه. آره یادتون میاد. همه. برید همه را شاگرد من بسازید. میگن مسیحیت نمیدونم دینه، نمیدونم صهیونیستیه، نمیدونم چی کار داره میکنه، میخواد ایرانو فلان کنه. مسیح گفته اگر هر مذهبی، هر در واقع ایدولوژی در دنیا، فلسفه‌ای آیین خودشو داره، مسیحیت هم آیین خودشو داره. کلام خدا میگه برید، دستور میده، نمیگه اگه وقت کردی، اگه دلت خواست، اگه نترسیدی، برید و موعظه کنید انجیلو. موعظه چیه؟ ما اتفاقا دیروز تو جلسه دبی و مراجعش صحبت میکردیم. برید موعظه کنید انجیل رو، خبر خوش رو. انجیل یعنی خبر خوش. خبر خوش چیه؟ خدا اومده به زمین مثل من و شما شده. خدا میتونه مثل من و شما بشه، خداست، قادر مطلقه، تا من و شما رو نجات بده و به وسیله عیسی مسیح جریمه گناهانی که من و شما باید بابتش بها پرداخت میکردیم، بهای سنگین رو پرداخت کرد. حالا عیسی میگه برید بشارت بدید، مردم و شاگرد من بسازید.
پس مرحله بعدی شاگردسازی هستش که بعضی از شما کلاس ها رو گذروندید، بعضیاتون در حال گذروندن هستید و بعد اونها رو تعمیرشون بدید به نام پدر، پسر، روح القدس. پس خداوند ما میخواد که مردم نجات پیدا کنن و نشان بدن، وقتی تعمید میگیرن دوستان ما امشب این کارو میکنن، نشان بدن که خداوند متشکرم که برای گناهان من رو صلیب مردی، متشکرم، اعلام میکنم، جلو همه اعلام میکنم، نزد فرشتگان اعلام میکنم، بذار همه بدونن که من نجات پیدا کردم. هللویا. مسیح گفت اگر جلو مردم منو اقرار کنید، منم نزد خدا و فرشتگان شما رو اقرار میکنم. اگه منو انکار کنید، اوپس، منم شما رو انکار میکنم. چقدر بده نه؟ بری آسمان یه کوله بار از محبت و شفقت به خود بری، چون مسیح رو انکار کردی. مسیح میگه شما کی هستید؟ ترکیش چی میشه؟ او کیم ده؟ میگه شما کی هستید؟ میگیم خداوند من همونم، ها مدرسه ساختم، من اونم که خیابونا رو گلبارون کردم، فلان کردم. مسیح میگه نمیشناسمت. چقدر بده نه؟ ما پس برای همینه که میخوایم فرمان عیسی رو انجام بدیم. از همون زمانی که این مژده، یعنی انجیل به مردم اعلام شد، خبر خوش که در مرقس باب 1 آیه 1 میگه که ابتدای انجیل پسر خدا و داره این خبر خوش رو به ما میده، عده به عیسی مسیح ایمان میارن و در مرگ و دفن و رستاخیز عیسی مسیح که در واقع در انجیل هم برای ما نوشته شده، ایمان و نجات خودشون دریافت میکنن. و انجیل نشون میده در کلیسای اولیه که در روز پنتیکاست 3000 نفر فقط آقایون غیر از خانم‌ها و بچه‌ها ایمان آوردن. کلام خود چه جلسه تعمید آبی داشتن اونجا، من میگم کمر پتروس اینا هی تعمید بده، هی تعمید بده، ها همه تعمید گرفتن. چرا؟ که اعلام بکنن ما به عیسی خداوند ایمان آوردیم، اعلام کنن که ما مسیح هستیم. و کلام خود در کتاب اعمال رسولی ما توضیح میده. اما تعمید چیه؟ تعمید معنی چه معنی میده برای ما؟ در انجیل یونانی، در واقع شریف که به زبان یونانی قبلا نوشته شده به فارسی ترجمه شده، فعلی رو که استفاده میکنه برای تعمید عبارت بپتیزو هست. یونانی یاد بگیریم و هم بگیم بپتیزو، همچنین با قوت بگیم یونانی ها بشنون بپتیزو. آره بپتیزو، که فرقه بپتیزم یا بپتیستام از اونجا گرفته شده. در زبانی که استفاده شده این سه تا معنی رو داره برای ما. کسی که تعمید گرفتید، اگر شده این کارو کردید یا نکردید نمیدونم، به معنی قوطه ور شدن است. میگن یه نفر در ایران سالا پیش آشوری بوده، اومدن تعمیدش بدن، بعد کیفش هم با خودش برده، مثلا کیفم یادم رفته با خودم بیارم، بعد با ماشینم رانندگی کردیم و بعد گفتن این کیفو چی تو آب میاری؟ گفتن یه آقای بوده، من دیدم این آقا رو ولی ندونستم این شهادت مال ایشون هستش. گفته برای اینکه من یه چیز تو دنیا دارم خیلی بهش وابستم. گفتن چیه؟ گفت این کیف پولمه. گفتن خب چرا تو آب میبری؟ گفته میخوام اونم با من تو قبر بمیره با عیسی مسیح، چون آب سمبل قبر عیسی مسیحه. ما در اونجا میمیریم به عبارتی به طور سمبولیک و زنده نمیشیم. پس قوطه ور شدن. یکی دیگه هم شنیدم شنا کرده تو آب، ندارم خدا شکر این حوض ما کوچیکه، نمیشه شنا کرد. به معنی فرو رفتن هست و زیر آب کردن هستش. پس عبارت ها، دوستانی که آب اینجوری میپاشن تعمید میدن، نمیدونم اینو چرا نمیدونن یونانی این قضیه رو، که به چه معنا هست این قضیه. کلام خدا میگه فرو کنید. پس در نتیجه اینجاست که در آب که خادم خدا میسته که سمبل عیسی مسیح و شخصی که داره تعمید میگیره و اون آب هستش، عنصری که اونجا وجود داره آب هستش، اون وقتی میبره داخل و بیرون میاره، به عبارتی میخواد اعلام بکنه اون فرد که من مسیح مردم و از این بعد زنده میشم و زندگی میکنم برای عیسی مسیح. من حدود 30 سال پیش، 28 سال پیش تعمید گرفتم و امروز هنوزم به خداوند میگم خداوندا من نسبت به دنیا مرده هستم. دنیا خیلی زی چیزی قشنگی داره. خانومه خونده بود چی گفته بود؟ دنیا با این قشنگیاش واسه من زنده. زیبایی زیادی داره، ولی این زیبایی ها ما رو به خدا منتهی نمی کنه نسسری، بلکه گاهی وقتا ما رو خدا دور میکنه. وقتی من تعمید میگیرم یا هر روز اینو اعلام میکنم در زندگی خودم که بگم خداوند من به مسیح مردم، اقرار میکنم، اینو به زبان میارم، دارم به عبارتی میگم خداوند من میخوام فقط برای تو زندگی کنم. عزیزان توضیح میدم، قبل از جلسه گفتم در تعمید ما چند تا چیزو انجام میدیم. یک، نشون میدیم به عیسی مسیح اقرار میکنیم، عیسی مسیح من مال تو هستم، تا دیروز برای خودم زندگی میکردم ولی از این لحظه بعد فقط برای تو زندگی میکنم. اینم نشونه شه. به خدای پدر میگیم خداوند متشکرم برای این نجاتی که تو توسط پسر عیسی مسیح برای من مهیا کردی. این تعمید آبه. به مردمی که اونجا هستن میگم عزیزان من دیگه، به اعضای کلیسا مخصوصا، من دیگه مال دنیا نیستم، من مال کلیسای خداوند، مال بدن عیسی مسیح هستم. هللویا. در تعمید آب به فرشتگان میگم فرشتگان شادی کنید، این شب شب منه، شب جشن و پرستش خداوند منه. میگه فرشتگان در آسمان شادی میکنن وقتی یه نفر نزد عیسی مسیح برمیگرده. و در نهایت به شیطان میگم شیطان من مال تو دیگه نیستم، بهت بگم از امروز بعد
من مال تو نیستم، تا دیروز مال تو بودم، هر جوری دلت میخواست از من استفاده میکردی، ولی از امروز بعد برای تو زندگی میکنم. پس تعمید آب یعنی فرو رفته شدن. میدونید ما بعد فرو بریم در قبر. عیسی مسیح برای ما مرد تا ما نمیریم، او مصلوب شد تا ما مصلوب نشیم، او جریمه گناهان ما رو داد تا ما پرداخت نکنیم. ولی در تعمید آب ما نشون میدیم عیسی مسیح، من در دفن تو شریک هستم. کلام خودم که عیسی مسیح سه شب روز در قبر بود، چیزی که قبلا کلام نبوت کرده بود، گفته بود که عیسی مسیح، خود عیسی گفت من روز سوم برمیخیزم از مردگان. و اگر مسیح از قبر بر نمیخواست، مسیح یک دروغگو بودش. من اون قبر رو دیدم در اورشلیم خالی. یه برادری بود چند وقت پیش خداوند رفت، سه بار مستر یونیورس شده بود، خیلی بزرگ بود، مثل من شوخی میکنم، خیلی قوی بودش. ایشون مبشر بودش البته، و رفتش در قبر، اومد بیرون، فیلمش هم دارم اتفاقا، اومد بیرون گفت من رفتم تو رو دیدم، هیچ نیست، خالیه، قبر خالیه. هللویا، شکر بر خداوند ما. میدونید عیسی مسیح برخواست تا ما با او برخیزیم به عبارتی. پس تعمید آب چیزیست که خداوند میخواد هر ایمانداری انجام بده. اگر تعمید نگرفتید حتما این کار رو انجام. چه کسایی میتونن تعمید بگیرن؟ کلام خدا به ما نشون میده تنها کسایی میتونن تعمید بگیرن که شاگرد عیسی مسیح هستن. تعمید آب معنی نخواهد داشت برای ما اگه بخوایم بگیریم، مگر اینکه شاگرد عیسی باشیم. شاگرد عیسی کیه؟ شما بعد کلاس شاگرد سازی بیاد، شوخی میکنم، که شاگرد عیسی کسیست که جای پای عیسی مسیح زندگی میکنه و قدم میزنه، درسته؟ بر اثر قدم های او زندگی میکنه. و ما که ایماندار هستیم یا تعمید میگیریم، به عبارتی به خدا میگیم من شاگرد تو هستم، هر جایی بخوای من در عقب تو خواهم اومد. عیسی مسیح دنبال سیاه لشکر نمیگرده، عیسی مسیح دنبال کسایی میگرده که حقیقتا حاضرن مثل او زندگی بکنن، حاضرن مثل او شفقت داشته باشن نسبت به مردم که گناهکار هستن. کلام خدا بارها میگه عیسی برگشت نگاه کرد مردم رو مثل گوسفندان دید که بدون شبان هستن، و دلش برای شان بسوخت. شاگرد عیسی مسیح دلش میسوزه برای مردم، برای مردمی که دل شکسته هستن. من چند هفته است داره قلب منو میرنجونه، و اونه که اگه من یه روزی برگردم ایران، که میدونم برمیگردم بالاخره، آیا چند نفر مردم توی ایران کلیه دارن؟ تا حالا به این فکر کردید؟ نمیدونم چند نفر مردم تا حالا کلیه هاشون رو فروختن برای که یه لقمه نون در بیارن. چقدر مردم هستن که به خاطر مواد مخدر و و و چیزی که نمیخوام اینجا بگم. عیسی مسیح دلش برای اونا میسوزه. عیسی مسیح اتفاقا برای اونا اومده. عیسی مسیح گفت من برای کی اومدم؟ مریضان اومدم، کسایی که احتیاج به نجات دارن، کسایی که گناهکار هستن. اگه من خودم رو خیلی عادل و صادق و نمیدونم بیگناه میبینم، عیسی مسیح برای من نیومده. هر کی پاشو تو این کلیسا میذاره و اینجا زانو میزنه میگه من گناهکارم، میخوام توبه کنم، به عبارتی داره میگه من گناهکار هستم، میگه من یک شخص هستم که عصیان کردم برای خدا. پس کلیسا جای چه آدماییه؟ آدمایی که گناهکار میان عادل میرن. هللویا، عادل خداوند رو جلال میدن تو زندگیشون، تبدیل میشن. و من خدا شکر میکنم برای شما عزیزان که دارید تعمید میگیرید و این عمل رو دارید نشون میدید. پس عیسی مسیح دنبال شاگردان مسیح که تعمید بگیرن، شاگردای خودش، آنانی که مژده نجات رو میپذیرن. کلام خدا میگه مرگ و حیات رو پیش روی تو میذارم. خداوند تقلبم میرسه، میگه حیات انتخاب کن. هللویا، در تثنیه باب 3 حیات رو انتخاب کن. کلام خدا میگه زیر آسمان اسمی به مردم عطا نشده که بدان نجات پیدا کنن جز اسم عیسی مسیح. اسمی عطا نشده. مسیح و شرکا نداریم. مسیح و امام و پیغمبر، یه آقای آیت الله این اواخر تو روزنامه ایران نوشته یه مشکلی مسیحیت داره، اونا امام ندارن. نمیدونه من امامم، خبر نداره. همه چی رو ول کرده، میگه مسیحیت مشکلش اینه که امام نداره. اتفاقا مشکل مسیح آمد تا ما نجات پیدا بکنیم. هللویا. چند نفر نجات پیدا کردید؟ چند نفر ایمان دارید که اگه امشب شب آخر زندگیتون باشه، خدا نکنه، روم به دیوار و از ایرانی ها میگن، به حضور خدا میرید وقتی چشاتون رو باز میکنید؟ من ایمان دارم. برای همین از مرگ نمیترسیم، برای همین فقر و چیزهای مختلف دل ما رو نمیشکنه که بخواد ما رو از محبت خدا دور بکنه. چرا؟ چون میدونیم کجا میریم. کلام خدا میگه کسی که ایمان میاره اسمش در دفتر حیات خدا نوشته شده. خدا دفتر داره، میدونستید؟ الان شاید دیگه کامپیوتری شده، نمیدونم، ولی اونجا نوشته الناتان باقستانی فرزند محمد به عیسی مسیح ایمان آورد در تاریخ 1982 کریسمس. یه پسر 16 ساله، و از اون روز به بعد داره خدا رو خدمت میکنه، پیروی میکنه. خدا میگه به خوشی من وارد شد. چه زیبا، نه؟ چه خدای خوبی داریم، چقدر زیبا خونه. خیلی ساده است، آدم فکر میکنه تو لاله‌زاره، ولی خیلی قشنگه. چه خدای خوبی داریم.
میدونید کردا میگم میگن خوبا خسا، میدونید من یه کلمه رو بلدم. خیر خدا خوبه. افغانی‌ها میگن خدا خوبه، خیلی زیباست. ولی خیلی ها میگن ای بار تعالی، ای کجای تعالی، نبودی کجا رفته بودی، قلباشون از خدا دوره. میدونید مسیح میگه کسایی که مژده نجات رو میپذیرن نجات به مردان و زنان ایماندار در کتاب اعمال رسولان باب 8 آیه 12، خانوما میتونن تعمید آب بگیرن. هللویا. میدونید در یهود اینجوری نبودا، در معبد که وارد میشدی اول مال امتا بود، بعد مال خانوما بود، مال آقایون بود، بعد مال کاهنین بود، اونا که کله پاچه ها رو میخوردن، ملایان یهودی. میدونستید کله پاچه ها رو میدادن به اونا. هللویا. خانوما کجا بودن؟ اون عقب. ولی مسیح اومد این مرزبندی ها رو برداشت. زن و مرد در مسیح یکی هستش. هللویا. فرق نمیکنه ما زنیم یا مرد هستیم، البته از نظر جسمانی فرق میکنه، از نظر روحانی فرق نمیکنه، ما یکی هستیم در مسیح. میتونیم تعمید بگیریم، میتونیم تمام مزایای روحانی داشته باشیم. عزیز ما تعریف میگم، میگه من هلند رفته بودم، این خونه عربا توی هلند بسیار فراوونه، میگه برای اینکه زناشون رو کسی نبینه، بچه‌هاشون رو تمام پنجره رو بستن، فقط یه گوشه گذاشتن که زنه بیرونه. تو هلند، نه توی عربستان سعودی. هللویا. نگاه کن چه خبره تو دنیا، چیو نبینن. حالا خود آقایون وقتی رد میشن یه 4-5 تا سیغه و فلان پشت سرشونه، ولی اون خانوما رو نکز. مسیح اومد اینا رو برداشت. خانوما الان وقتشه بگید هللویا، از من پشتیبانی کنید. خداوند برداشت. اولین کسی که مسیح رو از مردگان دید قیام کرده بگید زن بود. هللویا. من میگم چون من طرفدار انجمن خانوما هستم، یه دونه تو فیسبوک هم دارم طرفدار انجمن بانوان ایرانی، هم چیزیه نمیدونم کیم ولی خوش آمد از اسمش. هللویا. چرا؟ چون مسیح این کارو کرده. فرق نمیکنه مرد یا زن، فرق نمیکنه بچه، پیر، سفید، سیاه، عیسی مسیح اومد تا ما نجات پیدا بکنیم. پس تعمید برای این گونه افراد هستش. تعمید در آب چه مفهومی داره؟ ها؟ عرض کردم تعمید آب باعث نجات ما نمیشه، بلکه به منظور اطاعت است. کسی که در تعمید میگیره اطاعت میکنه. البته دزد کنار صلیب فرصت نشد اطاعت بکنه. مسیح گفت امشب با من در فردوس خواهی. خوش بالش فکر میکنم نه؟ اقلا دیگه رو زمین نبود حالا اینقدر بجنگه و با نفس و جسم و خون. ولی عیسی ما رو زمین قرار داده برای هدفی. شما برای هدفی اینجا هستید. تصادفی نیستید رو این زمین. خدا با شما کار داره. تا برنامه خدا تمام نشه، هیچ اتفاقی براتون نمیافته. پس هللویا ها. هیچ اتفاقی، نه فقر، نه بیماری، نه هیچ چیزی. عزیزی برای من تو فیسبوک نوشت، تو راه تو تلفن من فیسبوک میگیره. نوشت فلانی سرطان داره، براش دعا بکنید. میدونید مردم احتیاج دارن، مردم دلشکسته هستن. عیسی مسیح اومد تا ما او را اطاعت بکنیم وقتی که تعمید آب میگیریم، چون این فرصت و این افتخار به ما داده شده، این افتخار به من داده شده که این عمل و خدمت رو با شما انجام بدیم و خداوند جلال بدیم. تعمید در آب آیینی است که نشان میده زندگی تازه در شخص شروع شده. امیدوارم اون پیمانی که چه امشب میبندید با خداوند و اون شبی که ایمان آوردید، اون روزی که ایمان آوردید، چه عزیزانی که سالها پیش بعد از سقراطی که ایمان آوردید، 1900 نگو دیگه، قبل از رضا شاه کبیر، هر چند سال از که نگه داشتید تا به آخر هر روزه این زندگی تازه رو تازه تر کنیم در خداوند. مثل گل میمونه زندگی روحانی، آب بهش میپاچی در جای خنک نگهش میدارید میمونه همینجوری. هللویا. خداوند میخواد ما در تازگی روح بمانیم. با چی؟ با کلام خواندن، با دعا کردن، با کلیسا رفتن. من خوشم میاد شبان ما اینجا میگه من تعجب میکنم مردم هفته یه بار میرن کلیسا چجوری رشد میکنن، چجوری در مسیح هستن. ما هفته دو روز داریم، من خودم هر روز تو کلیسا هم، صبح و شب به هر علتی تو کلیسا هستم. ولی واقعا در بودن در کلیسا، در روح راه رفتن، با خداوند زندگی کردن، کلام او را خواندن، این تازگی رو در ما به وجود میاره. هر چندم دنیا درش تازگی وجود نداشته باشه. فرو رفتن در آب روشی که پولس رسول در کتاب رومیان فصل 6 آیه 1 تا 5 به ما آشکار میکنه، میگه که باید فرو برید در آب. اگر نمیدونید به وزنی هستن که این طرز فکر دارن بهشون بگید. رومیان باب 6 آیه 1 تا 5. پس ما در آب میمیریم، وقتی بیرون میایم یعنی با مسیح رستاخیز میکنیم و در حضور خداوند زندگی خودمون رو انجام میدیم. خدا رو شکر میکنم برای این فرصت عالی که میتونیم جلال خدا رو اینجوری آشکار بکنیم. ها در چنین شبی من فهم میکنم چقدر. بذارید یه آیه براتون بخونم از خود کلام. من همینا رو تایپ کرده بودم ولی آیه رو من خیلی دوست دارم، یعنی اصلا نمیشه که این آیه رو نگم. اتفاقا به مراسم عشای ربانیمون هم میخوره. در اشعیا باب 53 یک کتاب مقدس دارید باز کنید، اشعیا 53 که 700 سال قبل از عیسی مسیح داره نبی صحبت میکنه، در اونجا
توضیح میده که مسیح چگونه به دنیا خواهد آمد و چه اتفاقی براش میفته. البته اینجا میگه متواضع میشه، مظلوم میشه، دهان خودش رو باز نمیکنه، او را میکشن و چیزهای دیگه. ولی این آیه رو من دوست دارم، 53:10 میگه اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده. 700 سال قبل از که مسیح به دنیا بیاد و به دردها مبتلا سازد، این اراده خدا بود. پس مثل من نباشید که وقتی کوچیک بودم سینما گفتم آخرش عیسی مسیح چرا میکشن. عیسی مسیح شهید نشد، عیسی مسیح غافلگیر نشد، عیسی اومد که رو صلیب بمیره. و اون مذاهب و طرز تفکرایی که میخوان صلیب مسیح رو اینجوری ماسمالیش کنن و همچین نشون ندن عیسی نبود، یکی دیگر جاش کشتن، از این حرفا دقیقاً از شیطان هستش. چرا؟ چون صلیب مرکز ایمان ما هستش. میتونید بگید آمین؟ اگه مسیح رو صلیب نمرد پس تکلیف ما چیه؟ کجا میریم؟ ما بدبختر از بقیه هستیم، بیچاره تر از بقیه هستیم اگر مسیح کفاره گناهان ما را نداد. اینجا میگه به دردها مبتلا ساخت چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میاد. آیه 11 رو میخوام بگم. چه قشنگ آیه 11. خوب دقت کنید. اشعیا 53:11. راجع به عیسی داره میگه ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید. و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیار عادل خواهد گردانید زیرا که او گناهان ایشان را برخیش حمل خواهد نمود. میدونی یعنی اگه عیسی اینجا بود جسمانن چطور بود؟ لذت میبرد که عزیزان تعمید میگیرن. میگفت اینا ثمره مشقت من هنو. من مردم و زنده شدم اونا نجات پیدا کردن. بیوتیفول، هللویا. خیلی ها کشته شدن برای آرمانشون، برای طرز تفکرشون، حالا خوب و بد، و از این دنیا رفتن. میدونید این روزا روزاییه که دیگه رئیس جمهور شدن، پادشاه شدن خیلی کار خطرناکیه. چپ و راست میگیرنشون، اعدامشون میکنن. حالا ریختن اون یکی رو دارن میگیرن تو لیبی، اون یکی گرفتن در فلان جا. اسم خیلی از اینا در تاریخ به چی گفته میشه؟ دیکتاتور، ظالم، آدم خوبی بود، بد نبودش، کار خوب انجام داد. ولی وقتی به مرگ عیسی مسیح نگاه میکنیم بیاد میاریم که او چگونه جان خودش رو برای گناهان ما داد و نه فقط همین، مرگ او داره ثمر میده. عیسی میگه اگر گندمی دانه نمیره ثمر نمیده، داره به خودش خوش صحبت میکنه. او مرد به جای من و شما، مرد تا من و شما حیات پیدا بکنیم، من و شما در خداوند زندگی بکنیم. چه فیض عظیمی. من نمیدونم چطور میتونیم یه همچین پیغامی رو بشنویم و شکرگزار نباشیم، چطور میتونیم اینو به دیگران نگیم، چطور میتونیم اینو قایم بکنیم از کسایی که نشنیدن اینو نمیدونن. امروز روز نجات کلام خدا میگه. همین امشب، همین امروز وقتی قلبمون رو به عیسی میدیم، عیسی مسیح من اعتراف میکنم گناهکارم، من اقرار میکنم که تو به خاطر گناهان من رو صلیب مردی و زنده شدی، به تو ایمان میارم، ما نجات پیدا میکنیم، رستگار میشیم، تعالی تازه پیدا میکنیم، خداوند زندگی نوعی به ما میده و این فیض خداونده. این به خاطر کارهای خوب. برادر باقستانی من لیاقت چه ندارم بابا، من اینقدر آدم خوبی نبودم که خدا بخواد این کار بکنه. اتفاقا چون آدم خوبی نبوده عیسی برای شما آمده و جان خودش رو داده. آدم خوب که فکر میکنه خوبه که احتیاج نداره. عیسی میگه، کلام خدا میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصرن. همه ما به این فیض عظیم احتیاج داریم. کتاب عبرانیان میگه اگر از چنین نجات عظیم غافل بشیم پس چطور رستگار بشیم؟ چطور رستگار بشیم؟ چجوری میخوایم نجات پیدا کنیم؟ به حق فلانی و فلانی که نشد نجات، که اون فلانی اگه خوب بوده برای خودش بوده، برای من که خوب نبوده که. همون که اون که بد بوده برای خودش بوده، برای من نبوده. ایرانی‌ها یه ذره مسئله خیلی خوب دارن، خیلی عاش قشنگه، ولی یه دونه خیلی قشنگه اینجا بجا. میگن هیچ کس تو قبر کسی نمیذارن. هللویا. خانم من وقتی میره آسمان نمیتونه بگه شوهر من کشیش باقستانی بود و با افتخار به حضور شما میایم. آدم میگه تو چی کار کردی؟ آدم رفت گفت این زنه اینجوری کرد. گفت تو چی کار کردی؟ نگفت زنه چی کار کرده. از دست این مرد هر چی میشه میگن این خانما کردن. تو باعث شدی، تو اینجوری شدی. هللویا. مادر خانم هم کیف میکنه این حرفا رو میزنم، میگه چه داماد خوبی دارم. هللویا. مادرم که اصلا یه کلی کیف میکنه اونجا. جلال از آن خداونده. هللویا. هللویا. من دعا میکنم سری بعد، من در هندوستان یه جا موعظه کردم با نازنین، 12000 نفر بودن تو پارکینگ، جا نبود دیگه و پارکینگ، و بعد گفتن که در سرویس انگلیسی ما صبح کم 300 نفر بودن، 6 صبح بعد تمام که شد گفتن آقا میشه بیایید برای شیفت بعدی ما موزیک کن. رفتیم تا نگاه میکنی آدم 12000 نفر نشستن و بعد تعمید که میدادن اینجوری تعمید، یعنی واقعا خدا رو شکر کردم چه کار عظیمی خداوند داره. حتی برای هندوستان 12000 تا چیزی نیست،
ولی من دعا میکنم خدا هزاران نفر به این کلیسا میده، آمین. در این منطقه های مختلف، در گلندل به فیض خداوند، در وستوود، در اورنج کانتی، در هر جایی که نام خداوند جلال پیدا کنه. ایرانی ها رو ببینیم به جایی که دارن طلاق میگیرن و جدا میشن و درشکسته هستن و ورشکست میشن و موادی شدن و غیره و سالک، ببینیم دارن در خداوند شادی میکنن. من گناهکار بودم، عیسی من نجات داد، آمین. و این به من و شما برمیگرده که آیا بشارت میدیم، دعا میکنیم و اونا رو دعوت میکنیم به کلیسا یا نه. خدا رو شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم. پس اگر موضوعی هست، درخواست دعایی هست، حتما با ما تماس بگیرید، ایمیل کنید، تلفن بزنید، پایین صفحتون هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم. خدا برکتتون بده.